سال 16 با هم حل کردیم روز شنبه، امروز ادامه خواهیم داد. بریم سراغ سوال 17. سوال خیلی ساده ایه، میگه کوچکترین بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از منفی 5. بچه ها کوچکتر از منفی 5 میشه منفی 6، منفی 7، منفی 8، منفی 9، منفی 10، همینطوری برو. حالا بزرگترین اینا چنده؟ بزرگترینش منفی 6ه. کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از 16، بزرگتر از 16 میشه 17، 18، 19، 20، 21، 22، همینطوری برو. کوچکترینش چنده؟ 17. اینا غیر هم علامتن از هم کم میشه، جواب به دست میاد مثبت 11. سوال 18 و 19 مدل همه. خب گوش بدید که یاد بگیرید. همون سوال های پرانتز گذاریه، ولی به جای اینکه خود سوال و اعدادشو بده در قالب یه مسئله داده. میگه مورچه رو محور اعداد صحیح بر یکی از اعداد قرار گرفته، مورچه رو دایره وایساده، مورچه رو دایره وایساده، در دقیقه اول یه دونه میره راست مثبت 1، در دقیقه دوم دو تا میره چپ منفی 2، در دقیقه سوم سه تا میره راست مثبت 3، در دقیقه چهارم چهار تا میره چپ منفی 4. همینطوری برو تا کجا گفته. و پس از 10 دقیقه تا دقیقه دهم، بچه ها فرد ها مثبتن، زوج ها منفی هن. پس دقیقه دهم میره به سمت چپ و حتما دقیقه نهم هم رفته به سمت راست. پس گفت مورچه روی یکی از اعداد وایساده، گرفتم دایره، از دایره یه دونه رفت راست، دو تا چپ، سه تا راست، چهار تا چپ، دیدم فرد ها مثبتن، پس نه مثبت، زوج ها منفی هن. 10 دقیقه یعنی منفی 10. روی منفی 20 قرار میگیرد، روی منفی 20 قرار میگیرد. حالا بچا اینا مثبت منفی مثبت منفی مثبت منفی، پس میایم پرانتز گذاری میکنیم. چی شد؟ قایب فقط مجرد. دوستان قایب داشتی؟ آقای راهبر الان اومد. بله تأخیر میکنم. ممنون. من بهرادمن هستم. مرسی. من بهرادمن هستم. آقای نوید مجرد قایب. آقا راهبر، آقای راهبر، خب ندارید. هر مثبت و هر منفی رو میریم توی پرانتز، هر مثبت و هر منفی توی یک پرانتز. جواب هر پرانتز ها منفی یکه، جواب هر پرانتز منفی یکه. حالا چند تا منفی یک داریم اینجا بچه ها؟ میتونید از مثبت ها برید به این گنده مثبت ها، منهای کوچیک مثبت ها، تقسیم بر فاصله مثبت ها به علاوه یک، یه میشه 8 دوم 4 و 1 5 تا. اما اینجا آسونه دیگه، از 1 تا 10 10 تا، هر دوتا رفتن توی پرانتز، پس میشه دایره با منفی 5. دایره با منفی 5 چرا؟ چون 5 تا منفی 1 دارم میشه منفی 5، شده منفی 20. خب من از کجای محور 5 تا برم چپ میرسم به منفی 20؟ از منفی 15. یعنی مورچه رو منفی 15 وایساده بود که 5 تا رفته چپ، رسیده به منفی 20. 19 به همین ترتیب ترتیبه. میگه یه آقای رو محور اعداد صحیح وایساده رو یکی از اعداد، مثلا فرض کن رو دایره ایستاده، در دقیقه اول این دفعه یکی باید میره به چپ، اولش منفی 1 بعد مثبت 2، دوباره منفی 3، در دقیقه سوم سه واحد به چپ مثبت 4، همینطوری برو جلو تا و پس از 53 دقیقه. بچه ها فرد ها منفی هن، زوج ها مثبت هن، فرد ها منفی هن میشه منفی 53. گفته روی عدد 257 می ایستد، روی 257 ایستاده. حالا اگه خاطر شریفتون باشه آجی، میکروفون کلاس آقای شالی ها باز بود، ما داشتیم میشیدیم که اونا قایب نداشتن، یه نفر فلان اومده بود. آره صدا آره من فکر من صدا میکنم و میگه آقای شالی، گفته من بهت نوید مجرد منفی 1 مثبت 2 منفی 3 مثبت 4. اولی بچه ها منفی، آخری هم منفیه. اگه خاطر شریفتون باشه تو پرانتز گذاری گفتیم منفی اضافه میاد، گفتیم منفی چی میشه؟ اضافه میاد. چرا؟ چون اولی و آخری منفیه. حالا برای اینکه من بهتون
نمیتونم جواب به دست بیارم، نیاز دارم پرانتز آخر رو بدونم. الان وقتی پرانتز گذاری میکنم، منفی یک مثبت دو، منفی سه مثبت چهار، همینطوری برو جلو. وقتی پرانتز گذاری میکنم نیاز دارم که پرانتز آخر رو بدونم. پس میام پرانتز آخر رو خودم با توجه به الگویی که وجود داره تشخیص میدم. میگی چجوری الگو رو تشخیص میدیم بچه ها؟ منفی 53 منفی یه عدد فرده، یه عدد فرد پیدا میکنم منفی 3، قبلش یکی کمترش مثبت. مثلا اینجا منفی 5 بوده دیگه، منفی 5 این پرانتز بعدیش هم بنویسم منفی 5 مثبت 6، بعد مثلا دیگه سه نقطه. اینجا قبل از هر منفی، یعنی منفی 5 که منفی فرده، یکی کمترشه و مثبت، 4 و مثبت، یکی کمترشه و مثبت، 2 و مثبت. پس اینجا هم قبل از منفی 53 حتما چی بوده؟ مثبت 52 بوده دیگه، مثبت 52. حالا چون جواب هر پرانتز باید بشه 1، اینجا هم حتما باید بشه منفی 51. به این ترتیب الگوی اعدادی که وجود داره استفاده میشه تا من پرانتز آخر رو به دست بیارم. جواب همه پرانتز ها 1. جواب همه پرانتز ها چیه؟ 1. اینجا بچه من یه سری مثبت گذاشتم. چرا؟ چون وقتی پرانتز گذاری میکنم، پرانتز گذاری میکنم، پرانتز گذاری میکنم، اگه مثبت نذارید اینجا علامتی وجود نداره و اینا تو هم زرد میشن. علتش هم اینه که این منفی رو با 3 بردیم توی پرانتز دیگه، برای همین اینجا مثبت باید بزنیم که پرانتز با هم جمع میشن. یه وقت پرانتز میذاریم سوال غلط نشه، ضرب پرانتز ها اتفاق نیفته. حالا چند تا یک داریم؟ میگم گنده مثبت ها منهای 52، گنده مثبت ها منهای کوچیک مثبت ها تقسیم بر فاصله مثبت ها دوتا دوتاست، تقسیم بر 2 به علاوه 1 میشه 26 تا. آقا میتونیم بگیم از 1 تا 52، 52 تا 2 تا 2 تا رفتن توی پرانتز 26؟ فقط تو این سوال میتونیم بگیم، اما روش کلی این نیست. برای همین دایره رو به علاوه 26 میکنیم، یعنی 26 تا 1 دارم. منهای 53 شده 257. خب بچه ها دایره به علاوه 26 منهای 53 میشه منهای 27. 26 و منهای 53 غیر هم علامت هم از هم کم میشه، میشه 257. از کجای محور من 27 برم چپ میرسم به 257؟ از 284. از 284 27 برم چپ میرسم به 257. از 284 جمع 257 و 27 میشه 277. 284 از 284 27 برم چپ میرسم به 257. پس اون آقای روی 257. این سوال رو نمونهش جلسه پیش براتون حل کردم. فرض کنید اصلا این قسمتی وجود ندارد، فقط منفی 20 رو ببینید. ببخشید، فقط مثبت 20 رو ببینید. مثبت 20 با چه عددی میشه منفی 5؟ مثبت 20 با منفی 25 میشه منفی 5. مثبت 20 با منفی 25 میشه منفی 5. و این قسمت باید چی باشه؟ منفی 25 میشه. حالا اینجا منفی 25 منفیش بیرون پرانتزه، پس توی پرانتز میشه مثبت 25. چرا؟ چون منفی در مثبت میشه منفی، قرینه مثبت 25 میشه منفی 25. حالا یه عددی منهای 2 شده 25، اون عدد چی بوده؟ 27 بوده حتما. مربع منهای 2 شده 25، پس مربع 27 بوده. اول سمت چپ تساوی رو حل میکنیم دیگه، اولویت بندی
کردن این برای کسی نباید سخت باشه، از داخل پرانتز و ضرب منفی در منفی مثبت دو سه تا 6 تا. حالا میام منفی 13 و مثبت 6 رو با هم جمع میکنم، منفی 13 و مثبت 6 غیر هم علامتن از هم کم میشن میشه منفی 7 و در نهایت منفی منفی 7 رو حساب میکنم که میشه مثبت 7. چرا نوشتم 5؟ مثبت 7. منفی 54 مثبت 7 غیر هم علامتن از هم کم میشن، جواب به دست میاد منفی 47. منفی 47 رو تو صحنه داشته باش. بریم طرف راست تصاویر، این تیکه رو کلا در نظر نگیر، فقط منفی 7 رو ببین، حتی منهای جلوش هم نبین که گولت نزن، تو فقط منفی 7 رو ببین. منفی 7 با چی میشه منفی 47؟ از منفی 7 چه حرکتی انجام بدم تا برسه به منفی 47؟ 40 تا باید برم چپ، پس جلوی منفی 7 هر چی هست بلبلک میزنم منفی 40. آقا منفیش بیرون پرانتزه، خیلی خوب شد، پس تو پرانتز مثبت 40. بله درسته، منفی در مثبت میشه منفی، یعنی قرینه چه عددی منفی 40؟ قرینه مثبت 40. از کجا 5 تا برم چپ تا برسم به 40؟ از 45. از 45 5 تا برم چپ میرسم به 40. اینم سوال 20. سوال 21 نمونه شو توی جلسات گذشته براتون حل کرده بودم. 11 عدد صحیح متوالی از کوچیک به بزرگ، از چپ به راست پشت سر هم. 5 تا اول از سمت چپ منفی 65 دایره و علاوه 1 دایره و علاوه 2 دایره و علاوه 3 دایره و علاوه 4. 11 تا عدد دارم براتون می‌نویسم، اولی رو گرفتم دایره متوالی، هم همینطوری برو بچه‌ها نگاه کنید، اولی دایره است، دومی دایره به علاوه 1، سومی دایره به علاوه 1 کمترش 2، چهارمی دایره به علاوه 1 کمترش 3. پس من 11 رو می‌خوام میشه دایره به علاوه 10. دایره به علاوه 10، تا دایره به علاوه 10 پیش میرم. الان بشموری تا دایره به علاوه 10 بنویسم میشه 11 تا عدد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 تا عدد شد. قبول تا اینجا؟ حالا میگه مجموع 5 تا از اونا منفی 65، این 5 تا من 65 مجموع 6 تا رو میخواد. بچه ها اگه یادتون باشه اون روش اولیه که خیلی باحال بود اینجا جواب نمیده. چرا؟ چون 5 تا داده 6 تا میخواد، تعداد 5 و 6 برابر نیست، پس دیگه نمیتونم بیام دونه دونه مقایسه کنم، یکی کم میاد چون 5 تا اون 6 تا رو میخواد. پس چیکار میکنم؟ از روش میانگین میرم، از روش میانگین میدونم که مجموع بر روی تعداد میشه میانگین و برای اعداد متوالی میشه عدد وسطی. منفی 65 تقسیم بر 5 میشه منفی 13، توی اعداد متوالی میشه عدد وسطی، پس اینجا میشه منفی 13. آقا چرا عدد وسطیه شد؟ اعداد متوالی میانگینش عدد وسطیه میشه، اینا 5 تا، دو تا سمت چپ میشه، دو تا سمت راستش یه دونه وسط، پس میشه منفی 13. حالا چون متوالی هم از کوچیک به بزرگن، قبلی حتما یکی کمتره، نگی منفی 12، منفی 14، قبلی حتما یه دونه کمتر، دایره به دست میاد منفی 15. بچه دایره منفی 15، پس میتونیم اینا رو متوالی همینطوری دونه دونه بنویسیم تا برسیم به 6 عدد
آخر میتونیم بگیم منفی 15 به علاوه 5 میشه منفی 10، منفی 15 به علاوه 6 منفی 9، منفی 15 به علاوه 7 منفی 8. میتونیم هم همچنین دونه دونه بری چون متوالی هم دیگه، منفی 10 منفی 11 منفی 10 منفی 9 منفی 8 منفی 7 منفی 6 و منفی 5. مجموع اینا رو خواسته، مجموع 6 عدد آخر برابر میشه با منفی 10 و منفی 5 میشه منفی 15، منفی 6 و منفی 9 منفی 15، منفی 8 و منفی 7 منفی 15. 3 تا منفی 15 دارم میشه منفی 45. حالا نگاه کنید تو سوال جلوتر از اون یکی روشه میریم. اون روشه مال چه زمانی بود؟ زمانی بود که 5 تا عدد داده بود، 5 تا عدد رو میخواست. اینجا 5 تا عدد داده، 6 تا عدد رو میخواست. برای همین از اون روش جواب نمیده. یه مدل دیگه، آخرین مدل سوال جدیدی که تو فصل 2 وجود داره و شما اصلا تا مشابهش رو ندید، سوال 2. سوال 22. به این سوالا میگیم تولید کننده خونسا کننده. یعنی چی؟ الان توضیح میدم. بچه ها دو تا پرانتز داریم، یه پرانتز همش مثبت، یه پرانتز یه دونش مثبت، بقیهش منفی. حالا نگاه کن، اول پرانتز اول 1 3 5 7 9 همینطوری برو، 11 13 15 17 19. پرانتز بعدی رو نگاه کنید، 1 -3 -5 -7 -9 -11. بچه ها 1 و 1 که میشه 2، هیچی اصلا با این 1 های اول کاری ندارم. 1 و 1 میشود، نه یه خیار شد، 1 و 1 میشود 2، کاری به کارش نداره، اینو ولش کن. حالا 3 و -3 0، 5 و -5 0، 7 و -7 0، 9 و -9 0، 11 و -11 0. تو جواب مونده 13 و 15 و 17 و 19. 13 و 15 و 17 و 19. آقا کجا باید بفهمیم چه جوری حل کنیم؟ الان توضیح میدم. بچه ها از روی جواب، از روی جواب میام تولید کننده رو تشخیص میدم. چون مثبت ها در جواب هستند، ببخشید چون مثبت ها در جواب هستند، مثبت ها تولید کننده می شود. الان تولید کننده چیه؟ مثبت ها، اینا تولید کننده. خب بزرگترین عددی که تولید شده تو جواب چنده؟ 19 دیگه، نه؟ پس اینجا می نویسم 19، اینجا می نویسم 19. و بزرگترین عددی که خونسا شده، بچه ها وقتی این تولید کننده باشه اون یکی پرانتزه میشه خونسا کننده. اگه خاطر شریفتون باشه وقتی اعداد رو نوشتم مثبت 3 و -3 خونسا میشد، 5 و 5 5 و -5 خونسا میشد، 7 و -7 میشد خونسا میشد. مجرد دست تو بندازید. 9 با -9 خونسا میشد. حالا بزرگترین عددی که خونسا شده چنده؟ قبول دارین قبلی اینه دوتا کم شده دیگه، نه؟ دوتا. بزرگترین عددی که خونسا شده وجود نداره 11. 11 که نیست. حالا 11 که این تولید کرده چه چیزی صرف میکنه؟ منفی 11.
منفی 11. دیگه منفی 13 نباید داشته باشه، چون منفی 13 داشته باشه که 13 میشه 0، اینجا 13 نمیاد، برای همین آخرین عددی که اینجا وجود داره منفی 11. آقا میشه یه بار یه توضیح بدید؟ بعدی ببین، جواب مثبت، پس مثبت ها تولید کنندن، مثبت ها تولید کنند. به این پرانتز اولیه میگم تولید کننده، طبیعتا پرانتز دوم میشود چی؟ خونسا کننده. نگاه کن، هر مثبتی که تولید میکنه رو اون یکی منفیش خونسا میکنه، باز 12 و 12 شده 24. 24 رو ولش کن، ایگنورش کن، 12 و 12 24 اصلا نادیده بگیر. 15 و منفی 15 صفر، 18 و منفی 18 صفر، 21 و منفی 21 صفر. اما اینجا 42 و 45 رو دارم میبینم، پس بزرگترین عددی که تولید شده چنده؟ 45. اینجا بزرگترین عددی که تولید شده رو میذارم. حالا با توجه به الگویی که اینا سه تا سه تا، بزرگترین عددی که خونسا شده وجود نداره چنده؟ سه تا کم شده، از اینم سه تا کم میشه، میشه 39. قبول داره دیگه اینجا 39 وجود نداره، اینجا 39 وجود نداره، یعنی مثبت 39 که این طوری میکنه رو چی صفر میکنه؟ منفی، اینجا میذارم 39، منفیش بیرونه ها، اگه اینجا مثبت بود نه اینجا میشه منفی 39، اما اینجا منفیه و من همون 39 رو بنویسم، کفایت مذاکراته. حالا این مدل تولید کننده خونسا کننده رو تو چلوکپی های پیش رو با هم تمرین میکنیم، اصلا خودتو نگران نکن. سوال 23 خیلی سوال ساده ایه، میگه این اعداد رو با هم در هم ضرب کن، حاصل چی میشه؟ علامت حاصل چی میشه؟ یه بارم با هم جمع کن، علامت حاصل چی میشه؟ اول ضرب که آسون تره. خب منفی 79 ضرب داره منفی 76 ضرب داره منفی 73. ماشین حساب نگیری دست در هم ضرب کنی، فقط علامتشو میخواد، فقط علامتشو میخواد چنده. خب علامتش چیه؟ علامتش منفی یا مثبته؟ بچه ها جلسات گذشته گفتیم منفی در منفی میشه مثبت، حالا منفی در یه منفی دیگه میشه منفی، دوباره منفی در منفی میشه مثبت، یعنی علامت ما رو منفی ها تعیین میکنه. یه مثال دیگه یعنی که براتون زدم، گفتم فرض کنید 100 تا منفی داریم، 100 تا منفی یعنی زوج منفی میشه مثبت، حالا یه مثبت توش ضرب کنیم، مثبت در مثبت بازم میشه مثبت. 101 منفی داشته باشم میشه منفی، حالا یه مثبت توش ضرب کنم بازم میشه منفی، یه مثبت دیگه ضرب کنم بازم میشه منفی، 100 تا مثبت دیگه ضرب کنم بازم میشه منفی. پس علامت رو منفی ها تعیین میکنه، در ضرب علامت رو تعداد منفی ها تعیین میکنه. می نویسم در ضرب علامت حاصل را منفی ها تعیین میکنه، در ضرب علامت حاصل را منفی ها تعیین میکنه. خب تعداد منفی رو باید به دست بیارم، گنده منفی ها منفی 79 یا منفی 1، شاید باورت نشه ولی منفی 1 منهای کوچیک منفی ها، هر چی از صفر دور میشیم کوچیک‌تر میشه. بعد شما نگاه کنید فاصله شون 3 تا 3 تاست، فاصله شون 3 تا 3 تاست، به علاوه 1 میشه 78 سوم که 26 باشه و به علاوه 1 27 تا. بچه ها 27 تا منفی یعنی فرد منفی و حاصل به دست میاد منفی، مثبت ها آقا هیچ تأثیری ندارن؟
نه دیگه، یه دونه مثبت دو تا مثبت سه تا مثبت توش ضرب کنی بازم میشه منفی. دفعه بعدی بیایم با هم جمع کنیم. تو جمع اگه خاطرتون باشه میگفتیم غیر هم علامتن، از هم کم میشن، علامت بزرگ علامت جوابه، علامت بزرگی علامت جواب. خب الان اینجا به من بگید منفی ها بزرگترن یا مثبت ها؟ قدر مطلق منفی ها بزرگتر یا قدر مطلق مثبت ها؟ قدر مطلق منفی ها دیگه، منفی ها آقاش منفی 79 این 53 در جمع علامت حاصل را عددی که قدر مطلقش بزرگتر است، بزرگتر است تعیین میکنم. اینجا گنده منفی ها خیلی قدر مطلقش بزرگتر از گنده مثبت است، برای همین جواب میشه منفی. این هم از سوال 23. بچه ها 24 و 25 و 26 و 27 مدل همان. 24 و 25 و 26 و 27 چی هم؟ مدل همان. اینا رو خوب گوش بدید کار تمومه. 24 و 25 و 26 و 27 مدل همان. میگه 10 عدد صحیح، 10 عدد طبیعی متوالی. اولی دایره بنویسم اول تا دهم، یعنی از عدد اول تا عدد دهم. دایره بعدی میشه دایره به علاوه 1، بعدی میشه دایره به علاوه 2. یه سه نقطه میذارم تا عدد دهم با توجه به الگویی که وجود داره میشه دایره به علاوه 9. چرا؟ چون اولی دایره خالیه، دومی دایره به علاوه یه دونه کمترشه، سومی دایره به علاوه یه دونه کمترشه، پس دهمی هم میشه دایره به علاوه یه دونه کمتر، میشه 5005. ده عدد طبیعی بعدیش چیه؟ بچه ها اول تا دهم نوشتم، ده عدد بعدی قبول داریم میشه 11 تا 20. عدد 11 تا 20، آقا 11 20 منها 11 که میشه 9 تا، نه 11 تا 20 بشموری 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دیدی 10 تا شد. بعد بزرگی رو منها کوچیک کنی به علاوه یک کنی که خودشون هم حساب شه. حالا عدد 11 هم با این الگو میشه دایره به علاوه 10، یا این که بعد دایره به علاوه اینو عدد متوالی بعدی چیه؟ دایره به علاوه 10، بعدی دایره به علاوه 11، دایره به علاوه 12، همینطوری برو جلو تا دایره به علاوه 19، تا دایره به علاوه 19. آقا 20 میشه دایره به علاوه یکی کمترش دیگه، آره برای همین شد دایره به علاوه 19. حالا نگاه کنید بچه ها این عدد نسبت به این عدد چند تا رفته بالا؟ این عدد نسبت به این عدد چند تا رفته بالا؟ این عدد نسبت به این عدد چند تا رفته بالا؟ و این عدد نسبت به این عدد چند تا رفته بالا؟ جواب 10 تا بالا نمیره ها، اشتباه نکن. مجموع اینا چند تا اضافه میشه نسبت به مجموع اینا؟ میشه 5005 به علاوه 10 تا عدد دارم که هر کدوم 10 تا اضافه شده. این 10 تا بیشتر میکنه مجموع، این 10 تا بیشتر میکنه 10 تا بیشتر 10 تا عدد که هر کدوم 10 تا زیاد شده میشه 5005 به علاوه 100 و جواب به دست میاد 5105. ساده. قبل از اینکه براتون
25 رو حل کنم، بذارید براتون 27 رو حل کنم. میگه مجموع 6 عدد طبیعی متوالی. خب اولی دایره است، یعنی من دارم اول تا ششم رو می‌نویسم. اول تا ششم دایره، بعدی دایره و علاوه یک، دایره و علاوه دو، ششمیه میشه دایره به علاوه 5 شده 441. 6 عدد طبیعی بعدی، بچه ها بعد از ششم قبول دارید از هفتم تا دوازدهم، از هفتم تا چی؟ دوازدهم. عدد هفتم دایره به علاوه 6 که بعدی دایره به علاوه 5 میشه دایره به علاوه 6. ادامه بدم متوالی ان دایره به علاوه 7، دایره به علاوه 8، دوازدهم میشه دایره به علاوه 11. مجموعش میگه چند میشه؟ خیلی ساده است، 6 تا عدد داده، 6 تا میخواد. برای همین میتونم اصلا دایره رو به دست نیارم، روش میانگین پیانگین نمیخواد بریم، معادله نمیخواد حل کنیم، اصلا خود دایره اهمیتی نداره. مهم اینه که این نسبت به این 6 تا زیاد شده، این نسبت به این 6 تا زیاد شده، این نسبت به این 6 تا زیاد شده، این هم نسبت به این 6 تا زیاد شده. چند تا عدد دارم؟ 6 تا عدد که هر کدوم 6 تا زیاد شده. 6 تا عدد دارم از هفتم تا دوازدهم که هر کدوم 6 تا زیاد شده. پس جوابم 441 نگی به علاوه 6 ها، به علاوه 6 6 تا، 6 تا عدد هر کدوم 6 تا زیاد شده. درود بر پرسپولیس کبیر 6 تا یاش 6 6 تا 36 تا. از اینجا 441 با 36 میشه 477. اصلا خود دایره و خود اعداد رو به دست نیاوردیم، نیازی هم نیست به دست بیاریم. هر کدوم 6 تا زیاد شده، جوابم 6 6 تا زیاد میشه. حالا بریم سراغ 25 و 26. 25 میگه مجموع 10 عدد صحیح متوالی چیه؟ روش اول 855، 10 تا قبلی رو این دفعه خواسته. بچه ها اول تا دهم بذارید، اسم اول تا دهم مثلا بذاریم، آره دیگه اول تا دهم هیچی بلش بود، اول تا دهم رو به ما داده. اول تا دهم اولیش میشه دایره، بعدی میشه دایره به علاوه 1، بعدی میشه دایره به علاوه 2، بعدی میشه دایره به علاوه 3، همینطوری برو تا دایره به علاوه 9 شده 855. حالا سوال من از شما یار قدیمی اینه که قبل از داد قبلی رو میخواد دیگه، نه 10 عدد قبلی رو میخواد. قبل دایره چه عددیه بچه ها؟ قبل دایره قبول دارید دایره منهای یک، چون متوالیه دیگه. اینجا سب کنید دو تا دیگه بنویسم، دایره به علاوه 7، دایره به علاوه 8، دایره به علاوه 9 مساوی است با 850. قبل از دایره، دایره منهای یک چون متوالیه، عدد متوالی قبلیش میشه دایره منهای یک. قبلیش چیه؟ دایره منهای دوه. آقا میشه بگی قبلیش چیه؟ خب طبیعتا دایره منهای سه کوچولو، همینطوری سه نقطه تا دایره منهای هفت، دایره منهای هشت، دایره منهای نه،
شاید باورت نشه دایره منهای 10 اعداد قبلی نگاه کن، اولیش دایره منهای 1، دومی دایره منهای 2، سومی دایره منهای 3، خب هشتمی همیشه دایره منهای 8، دایره منهای 9 و دهمی همیشه دایره منهای 10. حالا نگاه کنید بچه ها، 10 تا عدد داده، 10 تا میخواد، این 10 تا کم شده، اینم 10 تا کم شده، اینم 10 تا کم شده، شاید باورت نشه. سلام آقا، خوبی؟ این صحبتون بخیر. کم شده، همشون 10 تا کم شده. پس 10 تا عدد دارم، هر کدوم 10 تا کم شدم، پس 10 تا منفی 10 دارم. اول از همه 855 مثلا شما ما جواب میشه 755 چون گفتم اینکه دیگه پی دی اف چیزی 10 تا عدد دارم، هر کدوم 10 تا کم شده پس میشه 855 به علاوه یه 10 تا منفی 10، 10 تا منفی 10 کوچولو پس میشه 855 منفی 100 و جواب میشه 755. اما این روش رو خیلی دوستش ندارم، یه بار نوشتم ببینید و هیچ وقت دیگه ازش استفاده نمی کنم. روش دوم جواب دیگه بچه ها، روش دوم چیه؟ دایره، دایره به علاوه 1 تا دایره به علاوه 9 میشه عدد اول تا چی؟ دهم، عدد اول تا دهم اینا، دایره دایره به علاوه 1 تا دایره به علاوه 9. قبول. حالا من میام بعدی رو به دست میارم، اول تا دهم میام بعدی رو به دست میارم، یعنی میام 11 تا 20 رو به دست میارم، میگم دایره به علاوه 10 عدد 11 دایره به علاوه 11 به علاوه همینطوری برو تا دایره به علاوه 19، 10 تا عدد دارم، هر کدوم 10 تا زیاد شده پس جوابم میشه 100 تا بیشتر، این میشه مال بعدی 955 میشه برای 10 عدد بعدی، درسته؟ حالا 10 عدد قبلی به جای اینکه 100 تا اضافه شه 100 تا کم میشه، 10 عدد بعدی 100 تا اضافه شده، 10 عدد قبلی 100 تا کم میشه و جواب میشه 755. سلام آقا، خسته نباشید. ما دیگه برای 10 عدد قبلی اینا رو نمیدونیم. فقط یه بار نوشتم ببینید. چرا همیشه بزرگه برای اول بعدی رو به دست میاریم بیاد آخر مثلا جوابش منفی در میاد، همون بعدی رو به دست میاریم ولی چیکار میکنیم؟ منها، بله، تولید کننده جای تولید سوشیش که تیر خلاص و بر پیکر نیمه جان سوالات میزنه چیکار کرده؟ گفته 10 عدد طبیعی متوالی 5500. بعد آقا سوال در سوال 26 چرا باید همون اولش برنگشتیم بنویسیم مثلا منفی چند تا منفی 20 تا دایره به علاوه 9، این چیه بچه ها؟ 10 عدد طبیعی که 5005. حالا سوال میگه 20 عدد قبلی رو به دست بیار، ما میایم اول 20 عدد بعدی رو به دست میاریم بعد منها میکنیم. بله، پس این اول ابتدا این بخش دومش رو ننویسیم، اشکال نداره، تموم شه بعدی رو به دست میاریم. ابتدا مرسی، خسته نباشه، عدد بعدی را به دست میآوریم. اول اومدم 20 عدد بعدی رو به دست آوردم،
خب بچه ها اعداد اول تا دهم نوشتم قبول دارید بعدی 20 عدد بعدی میشه 11 هم تا 30 هم بعد 11 هم تا 30 هم میشه 20 عدد بعدی ما 10 تا عدد داریم نمیتونم با 20 تا عدد مقایسه کنم که یه جورایی مطمئنم مثل اون سواله که 5 اول تا 15 هم 16 هم آخر هر چی میشه اینجا 10 تا 20 تا میخواد. خب من نمیتونم کاریش کنم که پس چیکار کنم؟ بیان این 20 عدد بعدی رو 10 تا 10 تا کنم. یعنی چی؟ یعنی یه بار میگم از عدد 11 هم تا 20 هم. یه بار میگم از عدد 20 یکم تا 30 هم. توی صفحه 49 آقا یه بار دیگه میشه توضیح بدید؟ روش میان من ده عدد متوالی رو دارم دستتون رو بیارید بالا زوجشو آقای نمیفهمم کد خدا من 10 عدد متوالی رو دارم میخوام 20 تای بعدی رو به دست بیارم 10 با 20 برابر نیست پس نمیتونم مقایسه کنم میام 20 عدد بعدی رو 10 تا 10 تاش میکنم یعنی یه بار میگم از عدد 11 تا عدد 20 عدد 11 میشه دایره به علاوه 10 دایره به علاوه 11 دایره به علاوه 12 همینطوری برو تا دایره به علاوه 19 به علاوه چون من جمع بد بکنم دیگه 20 تای بعدی رو میخوام 21 میشه دایره به علاوه 20 دایره به علاوه 21 دایره به علاوه 22 به علاوه دایره به علاوه 29 دایره به علاوه چی 29 حالا میام مقایسه میکنم چرا 10 تا 10 تاش کردم که بتونم اینو با این مقایسه کنم 10 تا زیاد شده 10 تا زیاد شده 10 تا زیاد شده پس فقط این خط فقط خط دوم میشه 5005 به علاوه 10 10 تا حالا خط بعدی رو نگاه کنید 20 تا زیاد شده 20 تا زیاد شده 20 تا زیاد شده پس جوابم چند تا زیاد میشه جوابم 10 عدد دارم که هر کدوم 20 تا زیاد میشه یعنی این خط بچه ها خط سوم فقط به تنهایی فقط به تنهایی خط سوم میشه 5005 حالا جواب این خط به علاوه یه عدد دارم که هر کدوم 20 مثلا سوالایی که به ما حالا این دو تا جواب رو باید با هم جمع کنم معمولا از روش میانگین مجموع حل متوالی بعدی میشه 5005 به علاوه 10 10 تا این برای خط دوم فقط به علاوه 5005 به علاوه 10 20 تا این فقط مال خط سومه که چرا دو بار آقا 5005 رو نوشتیم خب بچه‌ها دارم جواب این خط رو با جواب این خط مقایسه میکنم دیگه جواب خط اول نسبت به جواب خط دوم 100 تا زیاد شد جواب خط اول سلام دقیقا میخوام همین رو بهتون بگم اگه برم سال 24, 25 و 26 و 27 میبینی شما نوشتین از 11 تا 20 ولی از 10 نوشتین من فکر میکردم این از 11 بنویسین گفتم الان این نوشتین از 11 تا 20 همه جواب را غلط در میاد 110 آها این که تازه شد 20 عدد بعدی آره بابا بدبخت شدیم تازه این شد 20 عدد بعدی 20 عدد قبلی رو سوال از دمون میخواست 20 عدد قبلی چجوری به دست میاد به جای اینکه بنویسی 5005 به علاوه 100 بعد بنویسی 5005 منهای 100 فقط برای خط دوم و 5005 منهای 200 بعد میخواستم سوال 25 رو میاریم فقط برای حالا جمع این میشه 5000 به جای که منفی بکنیمش مثلا از اون عدد اولی رو بگیم دایره به علاوه 10 تا دایره به علاوه 19 بعد بگیم عدد جدید
که بعد دایره علاوه 10 تا به دایره علاوه 19 بشه 855 بعد بیان بگیم دایره علاوه دایره علاوه دایره علاوه 1 همشگی تا دایره علاوه 9 حالا ببینید اون چند به دست میاد بازم من اصلا میرم در اومدم 855 سوالای شما جواب بدم حتما باید سال 26 و 27 کل اون راه طولانی رو بنویسیم به فضل الهی این کتاب دانش در فصل دوم به پایان اسمش همین در بین اعداد زیر در جاهای خالی مثبت و منفی بذار تا تساوی برقرار میشه خیلی خوشحال میشه میگم که جواب یکه نه جواب چنده یک پس بیا اینجا منفی بذاریم منفی منفی 3 میشه مثبت 3 5 و منفی 3 میشه منفی 2 که با 2 جمعش کنی میشه 0 یعنی این 3 تا با هم شدن 0 5 و 3 منفی 5 و 3 منفی 2 و 2 0 یه منفی 1 اینجا بوده که منفی 2 چیز ضرب میکنم که منفی منفی 1 هم جواب به دست میام 1 راجع به سوال توی سوال 26 یلا کت خدا نفر اوله ولی به سوالش جواب نمیدم چون وسط صحبت های من دستش بوده زنگ آخر امروز چیکار میکنیم بچه ها زنگ آخر امروز یعنی زنگ پنجم میام سوالایی که باقی مونده از فصل دو رو جواب میدیم امروز در زنگ پنجم سوالای باقی مونده از فصل دو رو جواب میدیم فصل دو امروز تموم میشه انشاءالله فردا رفع اشکال میکنیم فردا سری کلاس خودتون یعنی جای کلاس رفع اشکال امروز و کلاس فردا رو با هم جا به جا کنیم پس زنگ پنجم حضورش الزامیه اینطوری نیست که اگه دوست داشتی نه یا بری اشتراحت کنی زیر پتو رت تپتو بعد بیای زنگ آخر امروز هم تمرین کنم و همه عزیزان باید حضور داشته باشن آقای احمدی من سپاس بفهم آقا طرف شده من در دقیقه بخش آقا یه رسمی هست سال 22 آقا من میشه گفت 21 و 22 نمیدونم اون مال درس کلاس پرشنبه میشه یه بار دیگه اون مال مثلا اجتماعی و فلان اینا شما بعد جواب 21 نه سالاریجی داشته باشید من براتون میفرستم امتحان فردا راجبش توضیح میدم توی کلاس خودتون اولش چند دقیقه اول و اینکه فایلایی که برای براتون هر روز میذارم و همون لحظه که میذارم یعنی همون روزی که میذارم دانلود کنید خودتون آرشیو کنید چون توی سامانه بوده هر چند وقتی بار باید پاکش کنن که اووردوز نکنه بوده راجع به امتحان فردا توضیح میدم امین بگو امین سوال 26 خب خیلی ممنون. اینکه جمع ببین ما الگوی ما رابطه اینو یاد گرفتیم تو سوال 24 که عدد بعدی میشه مثلا 10 عدد بعدی میشه از عدد دایره علاوه 10 تا دایره علاوه 19 10 اضافه شده میشه 5105 خب یعنی یه بار من میگم یه الگو یاد بگیری برای همین دیگه نمیخواد به الگو منفی ها رو یاد بگیری حالا نوشتم یه بار دیده باشین اما شما الگوی جمع رو که بلدی استفاده کن فقط آخرش به جای که جمع کنی منها میکنی بری نمیکنی بله فهمیدم ببین الان حفظی خب اولا تو
امتحان که برای مراحل تشریح کامل بنویسی که من بدونم همه بلدن، پس بعد اینا رو بنویسی. بعدش اینکه الان شما تو ذهنت هست این سال دیگه خرداد 1400 که قراره کل کتاب دانش امتحان بدی، دیگه یادت نیست، یادت رفته، 9 ماه گذشته. پس بعد چیکار کنی؟ بعد الان کامل بنویسیم، الان کامل بنویسیم که در آینده برای امتحان پایان ترم دوم دوچار مشکل نشیم. قربانت آقای فرهام زاده. خب بزرگی مسئول تولید کننده است. آره یه موقعی جواب میده منفی 13، منفی 15، منفی 17، منفی 19. وقت منفی رو می نویسم تولید کننده، مثبت ها رو می نویسم خنثی کننده. گفتم دیگه الان برای دوامون گفتم. ببین ما اینجا رو همینطوری خودم به دست آوردم، و یعنی اینجا که فهمیدی 100 تا اضافه میشه 200 تا اضافه میشه، دیگه میتونی اینا رو حساب نکنی، این تیکه رو بنویسی 5500 منهای 5500 منهای 200 با هم جمع. سوال من برای اینکه جواب بدم 26 رو فکر کنم فهمیدم، فقط 23 این تیکه رو ننویسی نه اب نداره. آقای خازنی همه اونایی که دستشون رو میارن بالا خازنی سوال دارن، شاید باورت نشه. خب سلام آخرین آقا سال 23 میارین؟ ببین اگه به ما 15 تا عدد داده بود میگفت مجموع 15 عدد داده بود ولی 5500 مثلا ما میتونیم 500 اول میگفتیم 500 بعدش هم اضافه کنیم آخر سال برای عدد آخری کنیم. خب اما اینجا مجموع چند عدد؟ سلام آقا اینجا مجموع 10 عدد داده 20 تا رو میخواد. میانگین آقا اولش میانگید. خب خب از اولش میانگید میتونیم بریم زوجشو نمیفهمی؟ فکر کنم اینجا داریم شبیشو بذار ببینم. نه تو سوال 35 هست، زنگ پنجم توضیح میدم. آقای گل بابا خسته نباشید آقا. خدا آقا ما چند تا چیز بازمیم ما اول با سایت مشکل داشتیم، هر کار میکردیم نمیتونستیم وارد کلاس شو. میشه اگه میشه باقی راهبر هم همه این کردن اگه میشه غیبت ما رو برداریم. بعد شما سوال چند حل کردین؟ برای سوال 20. آقا من نیم ساعت اول. نه بابا گل اصلا نیازی به دست آوردن خود اعداد نداریم، نیازی به دست آوردن اصلا ما این روش رو میدیم که خود اعداد رو به دست نیاریم پسر خوب. مجدد آقا اول بهتون تبریک میگم که بعد خود 20 تا عدد بعدی رو قبل به دست آوردن داستان نگاه کن ما فهمیدیم خط